عناوین خبرها فرار مالک ساختمان فروریخته به کانادا و تیراندازی شدید در پتروشیمی دهلوران لطفا برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها باخبر بشید از همراهی و حمایت شما سپاسگزاریم همراهان گرامی سلام به کیوسک خوش آمدید. صادق جعفری دادستان استان خوزستان از شناسایی جسد حسین عبدالباقی مالک برج متروپول آبادان زیر آوارهای این برج خبر داد. موضوعی که در شبکه های اجتماعی با تردیدهای بسیاری همراه شده است. جعفری روز سهشنبه سوم خرداد گفت عبدالباقی در جریان ریزش ساختمان در محل حضور داشته و در جریان این حادثه جان خود را از دست داد این در حالی است که روز دوشنبه ساعتی بعد از ریزش برج متروپول خبرگزاری ها از بازداشت مالک آن به دستور دادستان ویژه خبر داده بودند اعلام شناسایی جسد عبدالباقی با تردیدها و تشکیک های بسیاری در شبکه های اجتماعی همراه بوده و بسیاری معتقدند این خبر دروغ است و مالک این برج زنده است در شبکه های اجتماعی حتی تصویری منصوب به حسین عبدالباقی منتشر شده که در کنار خرابه های متروپول دیده می شود برخی کاربران هم می گویند عبدالباقی با استفاده از نفوذ خود توانسته به کانادا متواری شود و خبر کشته شدن او درست نیست سلام دوستان حسین عبدالباقی مالک متروپول زنده است دروغ میگن که مرده دیروز دادستان آبادان اعلام کرد که حسین عبدالباقی بازداشته ما ازشون خواستیم که یک ویدیو برای ما بگیرن و منتشر بکنن که همه مردم ببینن که این تو بازداشتگاهه سه صبح تصمیم گرفتن که حسین عبدالباقی مرده باشه به همین راحتی مگه نمیگید حسین عبدالباقی مرده ویدئوی جنازش رو هر چند هم قابل تشخیص نباشه چهرهش منتشر کنید من با کسی صحبت کردم که سی دقیقه قبل از این اتفاق شاهد خروج عبدالباقی بود از مجتمع شما اگر راست میگید ویدئو منتشر کنید ولی دروغ میگید همونطوری که دیروز دروغ گفتی که عبدالباقی رو بازداشت کردید حسین عبدالباقی قاتل مردم آبادان زنده است روزنامه شرق هم گزارش کرده ریشه ی این تردیدها از آنجا ناشی شده که برخی رسانه ها روز دوشنبه خبر صدور حکم بازداشت عبدالباقی را به عنوان بازداشت او منتشر کرده بودند برخی دیگر از این رسانه ها این موضوع را تایید کرده و نوشتند اطلاعیه دادستانی مبتنی بر صدور حکم بازداشت بوده است نه خبر قطعی بازداشت مالکان برج متروپول در این میان برخی خبرنگاران خوزستان میگویند منابعی به آنها گفته که عبدالباقی از حادثه ریزش برج جان سالم به در برده و زنده است. برج ده طبقه متروپول آبادان روز گذشته فرو ریخت و منجر به جان باختن دست کم 11 نفر و مصدومیت 55 نفر از کسانی شده که در این برج حضور داشتند. گزارش شده در حال حاضر دست کم 50 نفر دیگر زیر آوارهای این برج مدفون شدهاند که تلاشها برای نجات آنها همچنان ادامه دارد. مقامهای مسئول گفتند هنوز نمیدانند کار آوار برداری و اعلام قطعی شمار قربانیان این حادثه چقدر طول خواهد کشید. دادستان عمومی و انقلاب استان خوزستان هم خبر از بازداشت ده نفر از مقصران این حادثه داده که حسین حمیدپور شهردار فعلی و دو شهردار سابق آبادان از جمله بازداشتی ها هستند. استاندار خوزستان هم علت ریزش ساختمان را رعایت نکردن قوانین و مقررات و اصول فنی اعلام کرده است. مردم مقابل ویرانه های ساختمان جمع شده اند و شعار می دهند ازا ازاست امروز روز ازاست امروز آبادان بی صاحب صاحب ازاست امروز آنها خشمگین و مستحصلند آنقدر که وقتی شهردار آبادان برای بازدید از محل حاضر شده ترجیح داده بود از دست مردم جان به آمده و داغدار بکری زد تصویرهای هوایی از محل فرو ریختن ساختمان ترسناک هستند عکس های در شبکه های اجتماعی دست به دست می شوند. از محبوس ماندن شماری از شمار شهروندان در ساختمانی که هر لحظه ممکن است فرو بریزد و آنها را به کام مرگ ببرد تصاویر نیز از صفهای به هم پیوسته شهروندان در بیمارستان ها برای اهدای خون منتشر شده اند ماشین های مانده در زیر آوار و زخمی هایی که در نبود امکانات روی دست مردم به اورژانس و بیمارستان منتقل می شوند مردی در حالی که پیکر خونین نوجوانی را روی دست دارد فریاد می زند ماشینم له شده مردم راه بدهید همه اینها در حالی اتفاق افتاده که به جای ورود نیروهای امدادی به شهر آبادان تصاویری از خودروهای زرهی یگان ویژه و پلیس ضد شورش در مرکز شهر منتشر می شود. یکی از شهروندان اهل آبادان میگوید من داشتم از اهواز به آبادان می رفتم که ناگهان دیدم تعداد زیادی ماشین پلیس ضد شورش در جاده با سرعت به سمت آبادان می روند. فکر کردم باز اعتراضات شروع شده اند با دوستانم تماس گرفتم گفتند در خیابان امیری منع رفت آمد اعلام شده و نیروها برای سرکوب مردم مردم داغدار بیچاره آمده اند. سعید حافظی روزنامه نگار و اثر رادیو گوشه کنار با انتشار ویدیویی از یکی از آسیب دیدگان این حادثه که ظاهرا از زیر آوار بیرون آورده شده نوشته اینجا آبادان است هنوز جنگ و کشته و زخمی ولی این بار در مجتمعی که بر پایه های فساد مدیران استان بنا شد در این وضعیت استاندار به جای اعزام نیروی امدادی پلیس ضد شورش راهی آبادان کرده است موضوع نظارت های سوری، زد و بند و احداث ساختمان ناایمن نائیمن سال هاست که معزل بزرگی در ایران است. کارشناسان جامعه مهندسی بر این باورند که طی پنج دهه گذشته عمر مفید ساختمان در ایران از 32 سال به 26 سال کاهش پیدا کرده. داریوش معمار در رشته توییتی شرح داده که پرونده تخلفات گروه ساختمان سازی عبدالباقی از سال 98 به دادگستری آبادان تحویل داده شده اما علی رغم آنکه در این پرونده به تخلفات فنی و سازه ای آنها در پروژه متروپول اشاره شده بود هیچ اقدام سازنده و بازدارنده ای در این باره انجام نشد بنابر آنچه معمار نوشته این گزارش شامل نظریه کارشناسان رسمی دادگستری و کارشناسان شهرسازی شهرداری آبادان مبنی بر عدم دریافت تاییدیه نظام مهندسی عدم دریافت نظریه مهندس ناظر و عدم رعایت اصول ایمنی و شهرسازی بوده است علاوه بر آن در این گزارش به تخلفات آشکار محمود رضا شیری شهردار سابق آبادان و معاون فعلی خوزستان در ارائه مجوز بدون طی مراحل تایید فنی و ارتفاع غیرمجاز مجاز این سازه نیز اشاره شده است گفته می شود عبدالباقی با اعمال نفوذ در این پرونده از طریق ارسال تجهیزات اداری نصب کولر آسفالت کردن محوطه دادگستری و حمایت حسین حمیدپور شهردار وقت از پروژه متروپول و سندسازی به تاریخ گذشته برای مجوزهای آن از اتهامات مطرح شده در شکایت تبرئه شد حالا با رخ دادن این فاجعه فرماندار آبادان بدون اشاره به هشدارهای پیشین میگوید فرو ریختن ساختمان متروپول در دست بررسی است خبر رسیده که پیمانکار و مالک ساختمان متروپول به حکم دادستان ویژه آبادان بازداشت شدهاند خبرگزاری ها از عدم پاسخگویی مقامات مسئول به خبرنگاران صحبت می کنند و آدم ها زیر آوار جان می دهند. تیراندازی شدید در پتروشیمی جمهوری اسلامی و هر روز یک بحران جدید گروه افرادی مسلح صبح شنبه سوم خورداد در داخل پتروشیمی دهلوران با نیروهای حراست این مجتمع درگیر شدند به گفته فرماندار دهلوران در این درگیری بعد از تیراندازی افراد ناشناس یکی از نیروهای حراست از ناحیه صورت و دست زخمی شد که به بیمارستان منتقل شده است او در تشریح این واقعه گفت نیروهای حراست پتروشیمی دهلوران در تکار در حال گشت زنی بودند که به ماشین آنها تیراندازی شد. هنوز انگیزه مهاجمین مشخص نیست اما به گزارش تسنیم فرماندار دهلوران میگوید اقدامات لازم جهت شناسایی و دستگیری فرد یا افراد خاطی در دستور کار عوامل امنیتی و انتظامی قرار دارد و در حال حاضر نیروهای انتظامی و امنیتی در محل حادثه حضور داشته و امنیت در محل برقرار می باشد. فرماندار دهلوران گفته تیراندازی با اسلحه ساچمه زنی بوده. منظور از اسلحه ساخت سلاح شورشی است با توجه به اشاره فرماندار دهلوران به اقدام برای بازداشت افراد خاطی و گشتزنی حراست در محیط کار و نیست تیراندازی یک درگیری داخلی بین نیروهای پرسنل پتروشیمی باشد دهلوران یکی از شهرهای مرزی استان ایلام است این درگیری کمتر از یک هفته بعد از تیراندازی مرگبار در اداره اموال و املاک بنیاد مستضعفان ایلام رخ داده که 11 کشته و زخمی بر جای گذاشت رسانه های داخلی و برخی مقامات محلی ادعا کردن این درگیری گروگانگیری بود اما دادستان ایلام اعلام کرد که تیراندازی مربوط به جدال شخصی بین پاسداران بوده است